درود. جنگ‌های باستانی برای ما اسطوره‌ای و گاهی بسیار زیبا هستند. البته فیلم‌ها و داستان‌هایی که دیدیم و خوندیم هم تأثیرگذار روی این ذهنیت. ولی در واقعیت چنین نیست. در واقعیت ما باید بدونیم که مردم در روزگاران گذشته زندگی سختی رو داشتن. حاکمان هم حتی برای بقا می‌جنگیدن. برای بقای خودشون، برای بقا و حفظ مملکتشون و همینطور برای زنده موندن مردمشون. امپراتوری هخامنشیان یک امپراتوری مشهور و شناخته شده در ایران و جهان هست. دو پادشاه شناخته شده داره به نام کوروش و داریوش. جاهای مختلف افسانه ها، قصه ها، داستان ها، پند ها و و چیزهای مختلف در سایت ها و کتاب ها ازشون میبینیم. حتی این قضیه تا جایی هست که توی کتاب‌های مذهبی هم ردی از کوروش وجود داره. صرف نظر از درست بودن یا غلط بودن تمام این مطالب، ما می‌خوایم ببینیم که چرا و به چه علتی این امپراتوری تا این حد محبوب شده که دربارش این همه قصه، افسانه، داستان وجود داره. تا جایی که حتی دشمنانشون یعنی یونانی‌ها هم اونا رو در جایگاه خدایانشون قرار دادن، در موردشون افسانه گفتن، حتی به اصطلاح در جایگاه شخصیت‌های مثبت قصه هاشون و افسانه هاشون قرارشون دادن و در جای دیگه می‌بینیم در مصر اونها رو نقششون رو روی معابد خودشون به عنوان فرعون تراشیدن و نقش کردن. داریوش هخامنشی، داریوش یکم، پسر ویشاسپ و سومین پادشاه هخامنشی بود. وی در سال 522 پیش از میلاد بر تخت نشست. پس از آن به فرونشاندن شورش‌های درون مرزی پرداخت. فرمان روایی شاهنشاهی را استحکام بخشید و سرزمین‌های چند به شاهنشاهی افسود. آغاز ساخت پارسه، همان تخت جمشید، در زمان پادشاهی او بود. از دیگر کارهای او حفر راه آبی بود که دریای سرخ را به رود نیل و از آن سو به دریای مدیترانه پیوند می‌داد. آرامگاه او در جایی به نام نقش رستم نزدیک شیراز است. در سال 517 قبل از میلاد بود که داریوش بزرگ سفری به مصر داشت و زمانی که داریوش به ممفیس پایتخت مصر وارد شد، مشاهده کرد که ملت مصر عزاداره و وقتی علت رو جویا شد به اطلاعش رسوندن که گاو آپیس، گاو مقدس آپیس که برای مصری ها خیلی ارزش و اهمیت زیادی داشت تلف شده و مصری ها الان به همین دلیل در عزای عمومی هستن، کل ملت مصر عزاداره. توضیح مختصر بدم که گاو آپیس در حقیقت مصری ها عقیده داشتن که شعاع نور از آسمان، طبق گفته هرودوت، البته این چیزی که من میگم، که شعاع نور از آسمان به گاو ماده نزول میکنه و این گاو ماده گوساله ای رو میزاد و بعد از زاییدن این گوساله دیگر آبستن نخواهد شد و این گوساله، گوساله است سیاه رنگ، روی پیشونی خودش خال مثلثی شکلی داره، در قسمت عقبتر یک شکل عقاب مانندی روی اون هست و دمش دو مو داره و زیر زبانش در حقیقت گودی یا حفره کوچکی هست و این گاو رو فوق‌العاده مقدس می‌دونستند و اگر گاو آپیسی تلف می‌شد، تلاش می‌کردند که گاوی با همین مشخصات رو پیدا کنن و جایگزین کنند. داریوش با وجود اینکه معتقداتش با مصری‌ها یکسان نبود و تفاوت زیادی داشت و خب لااقل ما می‌دونیم از کتیبه‌های هخامنشی به شکل مسلمی می‌دونیم کتیبه‌هایی که در ستایش اهورامزدا است، اعتقادات و باورهای مزدایی داریوش رو می‌دونیم. با وجود این اختلاف در مراسم
عزاداری گاو آپیس شرکت کرد به جهت احترامی که به آداب و سنن مصری میخواست به جا بیاره. به این اکتفا نکرد، مبلغ 100 تالان رو معین کرد برای اینکه به کسی داده بشه که بتونه گاوی با مشخصات گاو آپیس رو پیدا بکنه تا بتونن این گاو مقدس رو جایگزین بکنه. کاهن سائیس رو به حضور خودش طلبید و وچی و وجوهی رو در اختیار اون گذاشت تا بتونه بنای معابد و در حقیقت ساختمان ها رو مرمت بکنه و به این مصرف برسونه. در واحه اوازیس برای آمون، خدای بزرگ مصری ها، معبدی رو بنا کرد و پیشکش کرد. به راه های تجارتی مصر توجه کرد، راه های جدیدی ساخت، راه های قدیمی رو که احتیاج به مرمت داشت مرمت کرد. یکی دیگه از کارهای خیلی قابل توجه داریوش ساختن کانالی بود که، یا دقیق تر بگم اتمام کانالی بود که دریای سرخ رو به رود نیل متصل میکرد و از اونجا راهی به دریای مدیترانه به وجود میآورد که پیشگام کانال سوئز بود. فرعون نخاو در سال 612 قبل از میلاد تلاش کرده بود که این کانال رو حفر کنه، کار نیمه کاره مونده بود. بنابر مندرجات کتیبه‌های پارسی باستان و هیروگلیفی که در کنار آبراهه سوئز نصب بوده و بعد از گشایش این آبراهه داریوش این کتیبه‌های یاد بود رو در اونجا گذاشته بوده و الان ما دسترسی به این متون داریم. متون به متون هیروگلیفی هست، متون فارسی باستان هست، متون هیروگلیفی خب مفصل تره، من حالا اینجا نمیخوام خیلی توضیح بدم. اون چیزی که ازش برداشت میشه، دریافت میشه، اینه که داریوش با تعدادی از مردم محلی و به ویژه سالخورده ها ملاقات کرده، پرسش هایی کرده در رابطه با بنای این کانال، ساخت این کانال، بازرسانی رو فرستاده و بعد از مشخص شدن زوایای این موضوع دستور داده که این کانال به اتمام برسه و این کانال رو تموم میکنه، دریای سرخ رو به مدیترانه متصل میکنه. و چقدر نقش مهمی داشت برای مصر در تجارت با هند و برای خود امپراتوری شرق و ممالک غرب و شرق امپراتوری، یک راه تجاری خیلی مهم، یک راه دریایی خیلی مهمی رو پیدا کردن و این چقدر در شکوفایی و در حقیقت توسعه اقتصاد مصر مؤثر بود. در سایت گردشگری مصر درباره داریوش بزرگ این چنین نوشته است: داریوش اول فرعون سلسله 27 بود. او پسر ویشاسپ و از خانواده کوروش بود. وی در زمان حکومت کمبوجیه در مصر بود و رفتارش با مصریان همراه با احترام و حسنیت بود. در دوران حکومتش کار ساخت کانالی که از نیل تا دریای سرخ امتداد داشت را به پایان رساند. او همچنین معبد سراپیوم را گسترش داد و معبد بزرگ آمون را بنا کرد. من ایرانی هستم بیرون از ایران. من مصر را فتح کردم. من فرمان دادم تا این مسیر را از این رود که نیل می نامند تا دریایی که از ایران آغاز می شود حفر کنند. بنابراین هنگامی که این مسیر طبق دستور من فنده شد، کشتی ها از مصر از طریق این راه به ایران رفتند، همانطور که قصد داشتند. آشور نام سرزمینی بوده در بخش میانی رود دجله. سرزمین آشور اول یکی از استانهای بابل بود، ولی به مرور زمان مستقل شدند و از بابل جدا شدند. به دلیل حاصلخیز نبودن سرزمینشون مجبور شدند برای بقا دست اندازی کنند به سرزمینهای دیگه. این بود که سالهای سال جنگ می کردن، تجاوز می کردن به سرزمین های مجاور
و از این طریق روزگار رو میگذروندن. اسم آشور از نام یک ربانو گرفته شده و پایتخت آن نخست شهر آشور بوده است که در ساحل رود دجله در جنوب موسل امروزی قرار داشت و سپس شاروکین و بعداً کاله و پس از آن نینوا موسل امروزی بوده است. آشوری ها اصولاً از نژاد سامی بودند و زبان آنان با سایر زبان های سامی مانند عربی و عبری همریشه است. دولت آشور دولت مهمی بود که در خاورمیانه قدیم تشکیل شد و در آغاز تابع بابل بود. در سال 1800 پیش از میلاد فرمان روایان اولیه آشوری شهرهای آشور، نینوا و اربیل را متحد کردند و سلسله های پادشاهی آشور بعد از سال 1420 پیش از میلاد شکل گرفتند. ایلام نام سرزمینی است که از 3200 سال قبل از میلاد مسیح قسمت بزرگی از فلات ایران را در بر می گرفته. تمدن ایلام یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان هست. از نظر جغرافیایی اگر بخوایم با امروز مقایسه بکنیم وسعت ایلام رو، باید خدمتتون عرض بکنم که خوزستان، کوهکیلویه و بویراحمد، فارس، ایلام، بوشهر، استان کرمان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و در دورانهایی حتی تا جنوب دریاچه ارومیه رو شامل می شده. نام دو استان امروز ایران از نام ایلام گرفته شده، اسم نام استان ایلام و همینطور استان خوزستان، البته اسم فارسی باستان استان خوزستان. حملات مکرر آشور به دیگر سرزمین‌های همسایه یک موضوع بود و چگونگی برخورد و عملکرد آشوریان بعد از پیروزی در آن سرزمین‌ها مسئله دیگر. آشوریان شرح جنگ‌ها و کشتن‌ها و سوزاندن‌های خود را با افتخار بر سنگ‌ها نقش می‌کردند. آنها حتی قبر پادشاهان پیشین ایلامی را ویران می‌کردند و استخوان‌های آنها را با خود می‌بردند. از پادشاه و نیروهای آشوری پس از هر لشکرکشی پیروزمندانه طی مراسمی رسمی در پایتخت با خواندن سرودهای مذهبی و موسیقی و رقص و پایکوبی استقبال به عمل می آمد. در بازگشت از لشکرکشی موفقیت آمیز سال 653 قبل از میلاد به ایلام و شکست تومن، سر پادشاه ایلام را به گردن پادشاه آشور آویختند. به فرمان آشور بانیپال و به منظور نمایش قدرت امپراتوری این سر را بر یکی از دروازه‌های شهر نینوا آویزان کردند. در یکی از نقش برجسته‌ها از کاخ نینوا این سر را در کاخ شاهی بر درختی آویختند و پادشاه و همسر وی در برابر آن به استراحت مشغولند. خود دوننورا به اربیل انتقال دادند. نخست زبانش را بریدند و سپس پوست او را زنده زنده کندند. پیروان پادشاه ایلام رنج بسیار کشیدند و بعضی توسط آشوریان مجبور شدند تا استخوان‌های کشته شده‌ها را خرد کنند. بعضی هم زنده زنده پوست کنده شدند. او پس از تصرف شوش به سپاهیان خیش یک ماه اجازه داد تا هر آنچه را که می‌خواهند و می‌توانند برای خود به غنیمت برند. پارسه نام یکی از شهرهای باستانی ایران هست که در مرودشت واقع در استان فارس واقع شده. در داخل این شهر بنایی وجود داره به نام تخت جمشید. تخت جمشید توسط داریوش بزرگ ساخته شد و بعدها توسط پسرش خشایارشا و نوش اردشیر اول گسترش پیدا کرد. در واقع این بنا برای برگزاری جشن‌ها، آیین‌ها و به خصوص جشن نوروز ایجاد شد. در روز اول سال، یعنی در اولین روز سال، گروه‌هایی از ملت‌های مختلف با هدایا و پیشکش‌ها به نمایندگی از ساتراپی‌ها، در واقع همون استانداری‌ها، به تخت جمشید می‌آمدند و پیشکش‌ها رو تقدیم شاه می‌کردند.
کتیبه داریوش به بابلی روی دیوار جنوبی سکوی تخت جمشید. اهورامزدای بزرگ بزرگتر است که آسمان و زمین را آفرید، که مردمان را آفرید، که به انسان‌های زنده که بر روی آن هستند کامیابی داد، که داریوش را شاه کرد و شهریاری به داریوش شاه داد روی این زمین وسیع که در آن کشورهای بسیاری هست، پارس، ماد و دیگر سرزمین‌ها با زبان‌های دیگر، با کوه‌ها و دشت‌ها، از این سوی دریا تا به آن سوی دریا، از این سوی صحرا و از آن سوی صحرا. داریوش شاه می‌گوید با یاری اهورامزدا اینها کشورهایی هستند که چنین کردند و من به دیشان در این مورد فرمان داده بودم. الان چه من کردم؟ با یاری اهورامزدا کردم. اهورامزدا با تمام ایزدان مرا بپاید. من و آنچه را من دوست دارم. آپادانای شوش کاخ زمستانی داریوش بزرگ است که توسط او در شوش بنا شد. دیوارهای کاخ خشتی و ستونها از سنگ است. پوشش داخلی کاخها از آجرهای لابدار است که منقش است به سربازهای جاویدان، شیرهای بالدار و گلهای نیلوفر آبی. در سال 1880 یک گروه فرانسوی به ایران اومدن و این کاخ رو از دل خاک بیرون کشیدن. بعد تمام ستون‌ها و همین پوشش‌های لابدار رو با اره جدا کردن و با خودشون به فرانسه بردن. امروز فقط از کاخ، زیر ستون‌ها و پلان اصلی باقی مونده. کتیبه داریوش بزرگ در شوش رو براتون میخونم. که این زمین را در اینجا آفرید، که آسمان را در آن بالا آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، یگان شاه از بسیار، یگان فرمانروا از میان مردمان بسیار. من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان از تمام تبارها، شاه روی این زمین بزرگ ساختم. داریوش شاه میگوید اهورامزدا با ایزدان مرا بپاید و خانه ام را و آنچه در این کتیبه نوشتم. این قسمت اول این برنامه بود که در خدمتتون بودیم. این برنامه دو قسمت هست. امیدوارم در قسمت دوم برنامه و ادامه همین بحث هم ما رو همراهی کنید.
از طریق ایمیل برنامه با ما تماس بگیرید و اگر موضوع خاصی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید ما میتونیم راجبش برنامه بسازیم بهمون بگید. ممنون از اینکه تا اینجا با ما بودید و بدرود.